اگر ما خودسری و خودکامگی را، به برنامگی و سردرگمی را، به نظام و خلع نظام را ما خواسته باشیم از سرزمین و ما برداشته شود، ارتباط ما به اندام ما تنسیق و ترتیب پیوست شود، ارتباط ما به خانواده ما شگوفا گردد، اخلاق اجتماعی ما سالم و سلیم گردد و وسیله نجات ما را دریابیم، رحمت امنیت و عدالت و آرامی نصیب ما گردد. به حضور علما همه می دانند والله رب الکعبه بغیر از دین و من، بغیر از داشته های مجتهد صحابه کرام رسیدن به این اهداف، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بسیار گران است، بسیار گران است، رسیدن مشکل است. اگر هیچ باور نداشتین، دو دههی که در افغانستان سرخ و زرد آمد و در یک بلسخاک سرزمین وسیله امن شده نتانستن. إن الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. علماء نهاية عزيز ومهربان، أساتذة ومشايخ كرامي وكرام مايا، ملت باشهامت مارمول بلخ بامی، در آغاز اجازه می خواهم فراغت فرزندان زیبای شما را برای برادر عزیزم حضرت مولانا مخدوم رحمت الله دامت برکاتهم العالیه و استاد حفظ عزیز که نامش به یادم نیامد و خود حفاظ و اولیایشان و شما حاضرین از صمیم دل مبارکباد بگویم، با امیدی که اینها مصدر خدمت بعدی و نسل بعدی، سرنوشت بعدی شما را رقم بزنند. از مقدمه ها می گذرم، امیدوار هستم که خسته نشده باشید. یکان وقت من یک مطایبه دارم از به اقتباس از قول یک بزرگوار، الله ده پاره و یون که دیر دی خو کون که لگ دی الله مو کون کی. گفتار برزای الله خیلی زیاد است، آنچه که صف کم دارد عمل است. الله را بلزد همه من و شما را در صف عاملین توفیق نصیب بگرد. مناسبت مجلس فراغت از حفظ قرآن کریم، اما در حقیقت گام نخست مسئولیت این جوان هاست، هنوز با مسئولیت بزرگی دیگر داخل شده اند. آیه ای را که خدمتتان تلاوت کردم در ادامه داشته های برادر امسنگر عزیزم حضرت مولانا مخدوم محبوب الحق دامت برکاتهم العالیه داشته های خود را می افزایم. البته چند تا نکته می گویم برای ای که مجلس پیام داشته باشد. علما و حفاظ، دارالحفاظ، مدرسه، تزکیه والا، همه شخصیت هایی که به دین خدمت می کنند، ایشان مردمک چشم ما اند، دیدشان درست است، شفاخانه و بیمارستان نمی بریم. مشکل ما به کسایی است که دیدشان مشکل دارد.
از این رو مطلب اولی که متعلق به این آیت بیان میکنم ارتباطش به آیات گذشته است. در گذشته الله رب العزت بیان داد، گفت شخصیت ها در دنیا کسایی همچون محمد صلی الله علیه و سلم از آدرس قرآن سیر عروجی تا سدرت المنتها دارن. در زمانی که تیاره نبود، سفینه فضایی نبود، تکنولوژی امروزی هنوز مخترش در هسته و نطفه بود، پیامبرم صلی الله علیه و سلم سفری را برا انداخت که به نام سفر معراج است. با گذشت 1400 و چند سال بیشتر، هنوز دنیا در گام نخست این سفر پیروزی و موفقیت ندارند. و این قرآن است که شخصیت ها را تا این مرحله بلند میبرد. در عین حال کسایی که همچون ملت یهود نصارا با نظام الله سرکشی کردند، دشمنی عداوت اعلان کردند، رنگ بلا مصیبت تفریقه مصائب بیشمار بر علیشان از آدرس الله گماشته شد. وقتی که قبل از این انسان را به دو بخش تقسیم کرد، کسی بود مانند رسول گرامی از آدرس قرآن بدون اندرپایه، بدون زینه و سفینه و تیاره به سدرت المنتها می رود، و کسایی بود با داشتن تورات و انجیل از طوفان شروع تا تفرقه ها تا شهادت انبیا مصیبت دامنگیرشان بوده است. بدین لحاظ قرآن گفت که این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. دومین مطلب یک شرح مفرد یا ادبی یا کلمات قرآن کریم را خدمتتان عرض میکنم. بدون شک قرآن کریم رهنما و پیشوا و راهبلد و هادی و مقتدا للتی هی اقوم. به زبان عامیانه اشاره میکنم، علمای عزیز میدانند که در اینجا چیز مزمر است، یعنی چیزی هست که در لفظ قرآن نیست اما فرمول عربی میگوید که هست. آن چی باشد؟ از آدرس شخصیت های ادیبی که قرآن را ادیبانه تفسیر میکنند میگویند، ای للطریقت التي ای الملت التي ای الحالت التي ای الخصلت التي هی اقوى. زمانی که از نظر گرامر زبان عربی به شرح از اشاره کنیم معنایی است. اگر کسایی میخواهند دنبال اخلاق قیمتی باشند تا مورد پسند الله و مخلوق الله قرار بگیرند، غیر از ویژگی و خصلت و امتیاز قرآن در کره زمین دیگر صفتی، دیگر ویژگی، دیگر اخلاق، دیگر شاخصی نیست که انسان دنبال او برود، بشتابد، هزینه گذاری کند. یگانه اخلاق و ویژگی و خصلت و امتیازی که برجستگی را بلا درنگ بلا تردد نصیب حال کسی میگرداند قرآن است و بس. اگر در میدان انتخاب راه و مسیر که بر رسیدن اهداف بلند گام بلند کرده باشیم، یا از راه دریاب یا تونل یا زمین یا هوا، از هر مسیر ممکنی که روی یک هدف هزینه گذاری میکنم، جز از راهی که قرآن انتخاب کرده دیگر راه قابل تصویب و قابل رسیدن به هدف نیست. اگر ملت سازی باشد، حلقه سازی باشد، مردم سازی باشد و حلقه حلقه سالمه باشد، حلقه
خباست ستیز باشد، حلقه که بر علیه تمام فکرها مسلط باشد، فقط تنها حلقه منتخب و مرضی الله رب العزه و مخلوق برجسته الله باشد، جز از حلقه که در نور و روشنایی قرآن تدبیر شده هیچ حلقه دیگر قابل انتخاب نیست. یا به تعبیر دیگر در تاریخ قرن 21 که احزاب در افغانستان از 100 بالاتر شده، اگر میخواهند عضویت در حزب بگیرم، ثبت نام در حزب بکنم، شامل یک حزب سیاسی علمی فرهنگی بوده باشم، جز از حزب که قانون اساسیش قرآن باشه هیچ مسیر دیگر وسیله سعادت احزاب نمی شود. یهدی للتی هی اقوم. از اینجاست رمز مزمر و پوشیده که موصوف علتی را دارد و او اگر به شکل عامیانه گفته شود امین است. برجسته، راهی زیبا و سلیم، بی خطر، حزب حلقه جماعی بی جنجال و بی خطر، همانا جماعی است که از آدرس قرآن به پیش می رود که احادیث رسول گرامی صلی الله علیه و سلم، داشته های صحابه رضوان الله علیه مجمعین، داشته های تابعین و مجتهدان مشهور امت، امامان و پیشتازان حدیث، این کمالی که هزار سال بالاتر به این طرف نامزد منوتوس، امچو امام ابو حنیف شافعی حنبل مالک رحمهم الله، مانند امامان حدیث و شخصیت های برجسته، اینا از آدرس موصوف للتی هی اقوام بودن. اخلاقشان در پرتو نور قرآن بود، ملتشان در نور و ضیای قرآن بود، تشکیل حلقات و مجالس و محافل و نظام اجتماع و سیاستشان از آدرس آموزگار عمیق امت قرآن کریم بودشان نماینده و ممثل بودن. از اینجاست که زنده و ماندگارن، با این که از دنیا رفتن، به حیث مکتب یک اندیشه سرشار همگان دنبالشان میشتابن، میبالن و میسزد هم که باید بالیدن. به همین منظور للتی هی اقوام. کلمه یهدی باید پیشتر از این شرح می شد. خیر، یهدی به این معناست قرآن کریم مسیر استوار، مسیر پابرجا، مسیر ثابت، مسیر ثابت قدم، به هیچ قلدر، به هیچ مداهن، به هیچ منافق، به هیچ یهود نصارا روش معامله را درس نداده. یگانه چیزی که پایدار و جاودان بلا تغییر در فراز و نشیب زندگی، در حالتهای خطرناک زندگی که بر صحابه وارد آمد، همانا کتاب است که قرآن است و بس، من و تو را بانمت و مسیر رهنمایی می کند. ایتونیست که امروز به یک مسیر، یک سال بعد به مسیر دیگر، آری اصل مقصد واحد، وسائل رساندنش متفاوت از آدرس های مختلف، ولی مقصد تغییر نمی کند. الیوم اکملت لکم دینکم. به اساس تسلط حکومتداران بیدادگر، به اساس مجریان برنامه یهود نصارا، هیچگاه قرآن به کسی تن در نداد و قرآن دانان را نیز نگذاشت که گردن خم کنند، جبین به پیش دشمنان قرآن به زمین بگذارند. این صفت را قرآن به کسی نداد. قرآن همو تو یک کتاب است که امروز گرده هم جمع شدید تا از این مجالس پیامی را با خود ببرین، سرنوشت زندگی را قلم بزنین، رقم بزنین. اگر مشکل و نقیصه در زندگی ما آمد که از قرآن او شناخته نمی شود، او را در صدد تغییر وارد کردنش با همت بلند وارد میدان زندگی شویم. صفت نخست قرآن امی شد و سومین مطلبی که در اینجا اشاره می کنم، زیر نام مقصد، زیر نام هدف
از این ویژگی قرآن در اینجا چیست؟ مقصد در اینجا ایست عزیزان من، از شخص خود ما شروع میکنیم، باید قلب ما با زبان ما تنسیق داشته باشد، قلب ما با دست ما ترتیب و آراستگی و برجستگی و پیوستگی داشته باشد، با دست و پای ما. به این معناست هیچ چشم و پا و دست را اجازه نیست به مسیر حرکت کند مگر رهنمود قلب را با خود داشته باشد. و این دست و پا و حواس که گزارش می دهند به قلب، این گزارشات را سالم بدهند و قلب تصمیم خود را در روشنایی قرآن بگیرد. یعنی پیوند و تنسیق و ارتباط محکم قلب با تمام اندام، این مسیر است که للتی هی اقوام، ثواب اینجاست، اسباب اینجاست، رسیدگی به هدف اینجاست. وقتی که از اندام خلاص شویم گذرا می رویم، پیوند ارتباط یک رئیس فامیل با تمام اعضای خانواده، قو انفسکم و اهلیکم نارا، نه تنها خود را نجات بده از این خصلت زیبای قرآن، بلکه خانواده‌ای که مأمور توست، تحت دست و قیادت توست، از دختر تا خانم تا پسر تا یتیمی که زیر دست داری، در میان هر دو باید طریق و ملت و مردمی را انتخاب شود که للتی هی اقوام از ما نرنجن. به همین منظور در صف اول نماز خواندن، در برابر زن و فرزند و خانواده به احساس بودن، احساس مسئولیت نکردن راه نجات ما را تضمین نکرده است، بلکه ما از آدرس کار خودمان، از آدرس کوتاهی و تقصیرمان در برابر ما تحتمان نیز ما مسیر ناکامی را در پیش روی داریم. اینجاست که للتی هی اقوام، اگر در این پیوند و تنسیق، در این استوارگری و هستوارگری، در این بیدارگری و انتخاب مسیر و کتله و خانواده هوشیارانه و بیدارانه گام بلند کرده شود، مسئولیت در قبال خانواده فراموش نشده نیست. وقتی که از خانواده بیرون می شویم، پیوند و تنسیق و ترتیب زندگی ما به همسایه نیز للتی هی اقوام، مسائل و اخلاقی که به همسایه ارتباط دارد، کاملا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه او لجاره ما یحب لنفسه رواه مسلم او کما قال صلی الله علیه و سلم. وقتی که ما روش خود را به جامعه و همسایه رعایت نکنیم، نه تنها به ما نقیصه اخلاقی، بلکه تکمیل ایمان ما زیر سوال می رود، در فهرست ایمانداران ناقص و کمبودی دار حشر می شویم. از اینجاست که للتی هی اقوام، زمانی که ما از جامعه خود بیرون شویم، اگر در رأس نظام سیاست حکومت ثروت قرار بگیریم، ما باید تنسیق و پیوند زندگی را، ترتیب کار و برجستگی را، پیوستگی را از آدرس قرآن انتخاب کنیم که یک انسانی که زعیم سیاسی و ثروتمند است، در قبال ماتحت از روشنایی قرآن چه مأموریت دارد. به این منظور یهدی للتی هی اقوام، مقاصد بیان کردم عزیزان من، یک ربط و ارتباط مانند شیرازه اصیل زندگی، ناگسستنی و قطع نشدنی در زندگی ما، ارتباط وسیق و محکم ما به مفاهیم علیا و سرشار قرآن است و بس. اما به تأسف ما جفا کرده ایم، به خدا جفا کرده ایم. ولی با آنی که قبلا گفتم علما و حافظان دین، حافظان قرآن، مردم که چشم ما استعداد شنیدن گوش ماست، پذیرش هدف قرار دادنشان دیگر باقی نیست، زیرا از زمین و هوا مورد این و آن قرار دارند. اینا مردمکای چشم ما، اینا قلب و جگر گوشه ما ان، ولی ملت ها باید قدر ایشان را بشناسند. این قرآنی که به خصلت های زیبا ما را رهنمود داده بود، قرآن خودش زبان ندارد، این حاملان قرآن بودند که حافظ و عالم و دانشمند و ادیب و عارف
تا امروز 1500 سال 1.5 قرن وسیله حفاظت قرآن در زندگی ما شدند. قدر نعمت را باید اساساً بدانیم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم این عذابی لشدید. اگر ما این قدر شخصیت ها را ندانیم که اینا حامیان قرآن و مدارس و دارالحفاظ و زندگی های ما هستند، اگر قدر عزتمندان و سرسفیدانی که موی و ریش را در راه خدا سفید کردن ندانیم، مأموریت ما به لیلتی هی اقوام ادا نشده، فردای قیامت به پیشگاه خالق عالم مشکل خطرناکی را در پیش روی خواهیم داشت. الله رب العزت او روز را نیارد. سرانجام عزیزان من، علما می دانند یهدی لیلتی، در هر جا که از هدایت حرف زده شود، هدایت دهنده، هدایت شده و کرده شده، وسیله هدایت، یک مثلث مدیر با یک اداره قوی و با برنامه، با داشتن کتاب دفتر و حاضری، با برنامه های جدید و زیبا و ارزنده، اگر کسی داشته باشد این مثلث است. رهنمای سالم و آن که پذیرش دارد، رهنمایی را قبول میکنه و آن برنامه و اساس و قوانینی که اون به نام مهدی بیهی است. پس اینجاست که یهدی للتی هی اقوم. هادی معلوم شد که رهنما قرآن است، هادی معلوم شد که رهنما قرآنی کریم است و آنچه که وسیله دارد خودش است، اما نگفت که کی را هدایت میکنه. اینجاست که آنان که به ادبیات قرآن میدانن گفتن یهدی ناس کلهم، حذف مهدی برای عمومیت است. نعمت سرشار قرآن، ثروت قرآن، تقدیرنامه و جایزه قرآن، همانا منافع سرشار قرآن، همانا قدرت و سیمت قرآن، بلا تفاوت میان همه یکسان میگوید یهدی ای کل الناس از باب والله یدعو الى دار السلام، یعنی والله یدعو کل الناس الى دار السلام. قرآن به دار سلام همه را فراخوان داده و میدهد. قرآن به خصلت‌های زیبای نجات بخش همه را سرخ و زرد و سیاه، عجم و عرب و ازبک و تاجیک، شمال و جنوب و غرب، همه را تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این بیمدهنده عالم است. سلمان فارس و بلال حبش، صهیب رومی و شخصیت های عربی رضی الله عنهم اجمعین، همه در دامان این قاعده پرورش یافتن که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. دستاورد این اداره، فراغت این اداره، شاگردان این اداره قرآنی همانا شخصیت هایی بود که نام بردم که کیا بودن. لذا داشته های حکومت دار به اولویت بندی می رود. ساختن سرک و تقسیم ثروت، داشته های مواد کرونایی را، هر آن که مربی داشت و مربا زد، آن که مستمند و نیازمند بود و تا دم کفن و دم گور به لحد رفت، اما به تأسف این نعمت بلا تفاوت قرآنی را نیز از آدرس های دارن تقسیم می کنن. که چرا قرآن عظیم بوده باشد مانند داشته های یهود، نؤمن به بعض و نکفر به بعض، آنچه به نفع یهودیان و مجری برنامه‌شان است از قرآن استدلال میکنند، آنچه بر ضررشان است او را به حیث آیت نمیپذیرند. این اندیشه در فکر نسل جوان ما نیز به حیث غده سرطانی سرایت کرده است. از این جا گفت یهدی ای کل الناس للتی هی اقوم. اینک رمزی است که جناب کشاف، بله آره دانشمندان میدانند عقیدتا معتزلی است، در فن ادبیات و فصاحت و بلاغت قرآن تفسیر دارد که ملت ها ازش استمداد میکنه، میگه چرا ناس را همه را ذکر نکرد، چرا موصوف للتی را که خصلت بود ذکر نکرد. میگه در اینجا فخامت است، عظمت است، بلاغت نمایی است، قدرت نمایی قرآن کریم در فن بلاغت است. اون چی که در مزمر بودنش است در ذکرش نیست. به اینجاست که از یک طرف ما را
درس فرهنگ و عقیده، از یک طرف درس سیاست، از یک طرف درس بزرگ را بزرگ شماریدن، از یک طرف رمزدانی را داناندن، همه چیز را در این آیت به ما برجسته می سازد. للتی هی اقوم. پس در ادامه میگه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، و این بشارت میدهد آنانی را که مؤمنن بسان صحابه، و در عین حال که مؤمنن دنبال اعمال صالحه می روند. به این معناست اعمالشان در روشنایی علم است، توأم به اخلاص و نیت است، در عین حال صبر و استقامت را از دست نمی دهند. این شخصیت علمی قرآن کریم در این آیه ما را چنین درس داد. چیست برایشان بشارت؟ ان لهم اجرا کبیرا. دانشمندان قرآن دان می دانند کلمه ان یک، ان لهم پیش آمدن لهم دو، اجرا تنوین دو زبر دارد سه، کبیرا تنوینش چهار. خود لفظ کبیرا به این منوال که نکیره می گویند. هدفم این نیست که من ملای خود ثابت کنم به شما، هدفم رمز به زبان ادبیات شماست. حاصل چیست؟ چنان اجر بزرگ، چنان میدال بزرگ، چنان زندگی زیبا در آخرت. حقیقت یزوره، اصل درک مضمون یزوره، جز از خالق عالم در هیچ ذهنی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشرین. چشم هرگز ندیده هست، دل در تصور نیاورده است، گوش هم نشنیده هست، بزرگیش همچنین یک حقیقت است. رمز این آیت امیست، للتی هی اقوام. اقوام بودن امی خواد بود، دیگه بیشتر از این نمی باشد. و اینجا رمز ایست، به نفس ایمان به این مطلب رسیدن کار سنگین است، بلکه ایمان به اساس ایمانداریش، ایمان بودنش طالب عمل صالح است. اگر عمل صالح نبود، اجر کبیر به ما مشکل بود که به دست آمد. به همین منظور خدمتتان عرض می کنم پیام زندگی از این آیات امیست. نمی خواهم بیشتر از این وقت زیبای شما رو بگیرم، اساسی که اساتید بزرگا شاید صحبت داشته باشند. من صحبتهای خود جمع‌بندی می کنم که ممکن است 20 چند دقیقه شما را گرفته باشم، ولی صحبتم این بود که عزیزان من، اگر ما خودسری و خودکامگی را، به برنامگی و سردرگمی را، به نظام و خلع نظام را ما خواسته باشیم از سرزمین و ما برداشته شود، ارتباط ما به اندام ما تنسیق و ترتیب پیوست شود، ارتباط ما به خانواده ما شگوفا گردد، اخلاق اجتماعی ما سالم و سلیم گردد و وسیله نجات ما را دریابیم، رحمت امنیت و عدالت و آرامی نصیب ما گردد. به حضور علما همه می دانند والله رب الکعبه، بغیر از دین و من، بغیر از داشته های مجتهد صحابه کرام، رسیدن به این اهداف انا سنلقی علیک قولا ثقیلا بسیار گران است، بسیار گران است، رسیدن مشکل است. اگر هیچ باور نداشتین، دو دههی که در افغانستان سرخ و زرد آمد و در یک بلسخاک سرزمین وسیله امن شده نتانستن، از ما نرنجن، نه ما را او طرف ببرن نه این طرف، نه به اون جبهه نه به این جبهه، مسیر مشخص. الکتاب مذکر و شخصیات مبینه، شعار اکابر دیوبند علامه قاری محمد طیب مقری رحمهم الله در کتابش علمای دیوبند است. کتاب مذکر است، شخصیت های علمی رجال دین و سند دینن، این اسنادن که تذکیره را به ما میدهند، وگرنه خود قرآن دنبال تو نمی آید. به همین منظور گفتم که بدون از انتخاب سیاست قرآن، خط سرخ ما قرآن ماست، خط قرمز ما قرآن ماست که ترجمان داره، تعبیر غلط نشوه، از احادیث تا داشته های مجتهد نه، بلکه تا علمای زنده و حیات که فعلا صادقانه در این باب خدمت میکشند، اینا رجال و اسناد دین ما هن، ترجمان دین ما هن. آخری یک مثال میدهم و پایان میشم. امام بخاری در یک بحث میگوید در ارتباط کتاب و طب و الرقاق، این هذه الحبه السوداء
شفاء من كل داء الا الصام، یا به عبارات دیگرش رسول گرامی در بحث طبابت گفت سیادانه شفا برای هر مرض است مگر اینکه بمیرد و مرگ آید. این یک حدیث است، همه میدانند ساده معلوم می شود، اما اگر به ترجمان حدیث بریم، به محققان حدیث بریم، آیا کل داین ان هذه الحبه السوداء شفاء من كل داء عام باقی بر عمومیتش است یا عام مخصوص منه البعض است؟ ترجمه میکنه، میگه قرآن میگه که و اوتیت من کل شی، در دیگه جای میگه خالق و کل شی. ادبیات قرآن از کل همه را هم میگیره، بعض را هم میگیره، میگه هست بیماری هایی که سیادانه سودمند نیست، ولی در حالی که پیامبر کل شی گفته، محدثان در یک تعبیر گفتن اینجا مراد از عام عمومیتش نیست، بلکه بعض امراض، نه 100%. اینجا از اعتراض علمانی و مستشرق، دین ستیز و دین گریز، دشمنای سنت و صدر اسلام نیز ما را راهی نجات شرح این محدثان است. اگر این بزرگان نبودن نمی گفتن که اجرای عام با عمومیتش باقیه، از عام بعض افراد دو، اجرای خاص به خصوصیتش سه، از خاص عام گرفتن چهار. اگر این چهار اصل از محدثان و فقیهان امت نبود، ما امروز در یک زندان و گمراهی و تاریکی قرار داشتیم. از این خاطر قدر این بزرگان را بدانیم. هیچ کسی را اجازه نیست به اسناد دین و ما، به اکابر و بزرگان و ما، در این قرن آلوده، با فکر آلوده، با مغز آلوده، با اجتماع آلوده، دور از خوبان که از ما با خوبان کاری نیست. بر علیه پاکترین شخصیت هایی که اسناد و رجال دینن، شخصیت های مبین دینن، زبان اعتراض دراز کرده باشند. باز هم تشکر فراوان از توجه همه شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تکبیر! تکبیر! تکبیر!